تهیه یک شرح ملی و همه جانبه برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت از محورهای اصلی آجندای جرگه مشورتی صلح است. شماری از آگاهان سیاسی اما میگویند آنچه نگرانی ها در باره به نتیجه نرسیدن این طرح را افزایش میدهد انتشار گزارش های پیش از وقت در مورد چیگونگی این طرح است. اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید که سند طرح های منتشر شده در مورد گفتگو با مخالفان مسلح دولت قابل اعتبار نبوده و تاکید دارد که دولت مصمم است تا تصمیم و مشوره مردم را در این مورد به دست آورد. گزارش این خبر در سرویس ساعت 8 به نشر خواهد رسید. مقام ها در وزارت معارف میگویند تلاش ها برای بلند بردن سطح زندگی معلمان در سال جاری جریان دارد. معین مسلکی وزارت معارف میگوید همکنون این وزارت تلاش دارد شعبه ای را ایجاد کند تا برای معلمانی که خانه ایمور میکند پول قرض داده شود. مسافر خوقندی گزارش میدهد. وزارت معارف سال روان هجری را به نام سال بلند بردن کیفیت معارف و سطح زندگی معلمان اعلام کرد. اما درست پیش که مصادف بود با روز معلم، توجه برای بهتر شدن وضعیت زندگی معلمان نخستین درخواستی بود آنان از دولت کردند. معین مسلکی وزارت معارف در گفتگوی با تلویزیون نگاه گفت این وزارت در تلاش است تا به کمترین زمان مشکلات معلمین را برطرف سازد. به گفته او تا زمانی که زندگی معلم بهتر نشود هیچگاه سطح کیفیت ما را بلند نخواهد رفت. من معلم نمیتونه خانه جور کنه. توزیع زمین یک تسلی است برای معلم. ما عرض کردم که در چند بود سر این موضوع کار میکنه. دونت و بالاخره قانع کنیم یک مقدار پول قرض بده که در دوران بیفته. امکانات خود ما باید با کار کردیم که پول پیدا شود. و کمک شهرسازی و بانک در افغانستان بانک و بانک‌های ملی که در افغانستان وجود داره یا بانک‌های شخصی این بانک‌ها هم حاضر هستند در این راستا سرمایه‌گذاری کنند ولی با متوافق باید برسیم که ربح قرض چقدر است و چطور معلم متضرر نشود. یعنی معلم حداقل صاحب خانه شود از زندگی خود و بتانیم که از همین معاش خود یک کمی پول به بانک ها بتانند که قسط بتانند. آقای پتمن میگوید که این نخستین باری است که وزارت معارف میخواهد به معلمین قرضه های طویل مدت برای ساخت منازلشان دهد. به گفته او کار بالای این برنامه از مدت ها پیش جریان دارد. در این حال معین وزارت ادعای معلمین را مبنی بر این که بیشتر از دو ماه میشود معاش نگرفتند رد کرد. او میگوید تمام معلمین کشور معاش ماه حمل خود را دریافت کرده و کار بر سر توزیع معاش ماه سر نیز ادامه دارد. فعلا معاش ماه حمل گرفته، معاش ماه سر در حالت گرفتن است و جوزا هنوز امروز پنجمش است که ما شما صحبت میکنیم و قرضدار ماه هود امسال در افغانستان نبودیم. اصلا اولین سال بود که وزارت معارف بدون قرضداری از سال گذشته با سال جدید داخل شد. بر اساس آمار وزارت معارف در حال حاضر بیشتر از 200 هزار معلم در چوکات این وزارت مصروف آموزش اطفال کشور است که به این رقم هر سال 12 هزار دیگر افزوده می شود. این در حال است که از شمار معلمین برحال در سال گذشته حدود 70 هزار آن زیر پوشش برنامه رتبه و معاش قرار گرفت. در همین حال مقام ها در دولت میگویند که بیش از 20 هزار دانشجو در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مصروف آموزشند. دولت در حال این اظهارات را مطرح می کند که امروز مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا اولین مؤسسه تحصیلی خصوصی غیر انتفاعی در کشور جواز فعالیت به دست آورد. دولت از آغاز به کار نخستین مؤسسه تحصیلی خصوصی غیر انتفاعی در کشور استقبال کرده و خواهان غیر انتفاعی شدن شماری دیگری از مؤسسات خصوصی نیز شد. گزارش علی طاهری را می بینیم. پس از سالها فعالیت مؤسسات خصوصی، نخستین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی غیر انتفاعی جواز فعالیت دریافت کرد. مقام های دولتی از وجود این مؤسسه در بین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ابراز رضایت کردند. در همین حال حدود 28 مؤسسه تحصیلات عالی انتفاعی در کشور فعال است. با وجود مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی با آن هم سالانه شمار زیادی از فارغین صنف 12 از ادامه تحصیل به بهره میمانند. اکنون دولت می خواهد شمار مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را افزایش دهد.
مؤسسه ابن سینا که امروز شاهد آغاز فعالیت رسمی آن هستیم، واقعا از چند جهت حداقل میتونه با سایر مؤسسات متمایز باشه و یک حرکت جدیدی باشه در عرصه فعالیت های مؤسسات خصوصی تحصیلی. نقطه اول که واقعا برای همه ما خیلی مهمه که به او توجه کنیم و قابل توجه هم هست برای مؤسسات ما، خود انتخاب این نام هست، مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ابن سینا. انتخاب این نام بدون شک در یک مؤسسه نمیتونه اتفاقی و از روی تصادف باشه. مؤسسه تحصیلی غیر انتفاعی است. شاید بعد از پوهنتون امریکایی که جناب دکتر سیف فایز اینجا حضور دارن، این دومین مؤسسه ما است که ماهیت غیر انتفاعی دارد. آقای دانش میگوید وجود مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ابن سینا که نخستین مؤسسه غیر انتفاعی در کشور است، راه را برای رقابت سالم بین مؤسسات تحصیلات عالی باز کرده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید در سال جاری 8 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی جواز فعالیت دریافت کرده است. گفته می شود که مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا یک راه توسعه جدید را در بین دیگر مؤسسات تحصیلات عالی ایجاد کرده است. مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا در چارچوب پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی قدمی محسوب می شود. یکی از محورهای اساسی پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی این هست که در بخش خصوصی و غیر دولتی ما بتوانیم بستر ایجاد کنیم که در این بستر مؤسسات تحصیلات عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شکل بگیره و از این بستر و از این چارچوب هم برای ارتقای آموزش عالی در کشور استفاده شود. ما در واقع متواضعانه عرض میکنیم که قدم کوچکی را در این راه و در این مسیر برداشته ایم، اولین قدمی محسوب میشه در این مسیر و امیدواریم که قدمهای بزرگتر و فراگیرتری دیگری در این مسیر برداشته شود. آقای احمدی میگوید مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا یک مؤسسه غیر انتفاعی بوده که تمام فعالیت‌های آن در چارچوب وزارت تحصیلات عالی دولتی عیار شده است. مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا فعالیت خود را در بخش‌های جامعه شناسی، حقوق، فلسفه، علوم سیاسی، ژورنالیسم و مدیریت تجاری آغاز کرده است. حال هم در جدول